مطمئنم روئین تنان افسانه ای را می شناسید. روئین تنان انسان هایی هستند که بر اثر نیروی عجیب شکست ناپذیر شدند و هیچ سلاحی قادر به از بین بردن آنها نیست. فقط یک نقطه از بدن آنها روئینه نیست و آن نقطه شکست آنهاست. اما این روئین تن ما برخلاف روئین تنان دیگر همه جای بدن او روئینه شده است. روئین تن به دستور پادشاه به قصد اسارت پهلوان به شهر او آمد. گفت: تو خود بند بر پای نه بیدرنگ، نباشد زبند شهنشاه ننگ. پهلوان گفت: نبیند مرا زنده با بند کس، که روشن روانم بر این است و بس. نبرد آغاز شد و پهلوان راه‌های مختلفی را برای شکست روئین تن به کار بست. اما هر کاری که کرد نتوانست آسیبی به او برساند، چون روئین تن نفوذ ناپذیر است. بعد از شکست در نبرد، پهلوان از برترین دانشمندان زمان یاری جست و دانشمند به او رازی را گفت که میتواند با آن روئین تن را شکست دهد. آن راز پادماده بود که با برخورد آن به ماده انفجار سنگینی رخ می‌دهد. پهلوان به طریقی پادماده را به دست آورد و روئین تن را به نبردی دیگر دعوت کرد. او از آن بر علیه روئین تن استفاده کرد و روئین تن شکست خورد. تا حالا به داخل آینه دقت کردین؟ شاید شما هم مثل من به این فکر کرده باشید که شاید دنیای اون سوی آینه وجود داشته باشه، دنیایی که همه چیز شبیه به ما اما یه تصویر آینه ای از جهان ما باشه. شاید چنین جهانی وجود داشته باشه اما نه در درون آینه. در آغاز قرن 20 دو نظریه انقلابی نسبیت و مکانیک کوانتومی دنیای فیزیکو حسابی زیر رو کرد. نسبیت شرایط رو در سرعت‌های نزدیک به سرعت نور توصیف می‌کرد و مکانیک کوانتومی روابط حاکم بر دنیای ریزمقیاس. پال دیراک، فیزیکدان انگلیسی، با ترکیب این دو نظریه معادله‌ای برای توصیف رفتار الکترون‌هایی که با سرعت نزدیک به سرعت نور حرکت می‌کردند ارائه کرد. اما همه داستان از همین جا شروع شد. معادله دیراک دو جواب داشت. وقتی این معادله حل می‌شد، از نظر ریاضی به جواب می‌رسید. مثل اینکه جواب جذر عدد 4 میتونه دو جواب داشته باشه، 2 و -2. دیراک ابتدا فکر میکرد که جواب دوم یه جواب ریاضیه و در دنیای واقعی چنین ذره‌ای وجود نداره. اما بعدها مشخص شد که هر ذره یه ذره مشابه به خودش اما از یه دنیای آینه‌ای داره. مثلا برای الکترون ذره‌ای وجود داره که کاملا مشابه اونه، اما بار الکتریکی اون مثبته. سال 1932 کارل اندرسون موفق شد ذره‌ای مشابه الکترون اما با بار مثبت رو در یک اتاقک ابر شناسایی کنه. به این ترتیب پادماده‌ها از دنیای ریاضی به دنیای واقعی وارد شدند. چطور پادماده بسازید؟ اگه شما مقداری پادماده رو ببینید، احتمالاً نمیتونید متوجه تفاوت اون با ماده معمولی بشید. پادماده ها از همین ذراتی که طبق معادله دیراک پیش بینی میشن ساخته شدن. مثلا یک اتم هیدروژن از یک پروتون و یک الکترون ساخته شده. حالا یک اتم پاد هیدروژن از یک ضد پروتون و یک پوزیترون یا همون ضد الکترون ساخته شده. جالبه بدونید که محققین در آزمایشگاه سرن تلاش کردند که ضد ماده رو بسازن تا بتونن روی اون مطالعه انجام بدن. اما نگهداری ضد ماده کار ساده ای نیست، چون به محض برخورد اون با ماده معمولی هر دو نابود و تبدیل به انرژی میشن. با این حال موفق شدن که مطالعاتی رو روی ضد ماده انجام بدن. ضد ماده ها کجا هستن؟ ما طبق معادله های فیزیکی میدونیم که احتمالاً در لحظه بیگ بنگ ماده و پادماده به اندازه هم تولید شده. اما اینکه چرا امروزه فقط ماده رو میتونیم ببینیم و اون همه پادماده الان کجا هستند، کسی چیزی نمیدونه و فقط یه حدسایی میشه زد. برخورد ماده و پادماده انرژی زیادی آزاد میکنه. مثلا 1 گرم پادماده در برخوردش با ماده میتونه انرژی معادل یک بمب اتمی آزاد کنه یا یه سفینه بزرگ رو به مریخ ببره. پادماده گرونترین ماده روی زمینه. هر گرم اون 62 تریلیون دلار ارزش داره.
اما ساخت پادماده در آزمایشگاه انرژی خیلی زیادی میبره. شاید یه روزی بتونیم پادماده رو مثل منابع دیگه از دنیای پادماده‌ای‌ها استخراج کنیم و با اون کارهای خارق‌العاده‌ای انجام بدیم.